اعضای مجلس عوام کانادا عصر چهارشنبه با اکثریت قاطع و بدون هیچ رأی منفی از افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست رسمی این کشور از سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت کردند. مصوبه غیر الزام آور مجلس عوام کانادا از دولت این کشور می‌خواهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کلیت آن به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی کند. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با بهرنگ رهبری از تورنتو کانادا. بهرنگ، از جزئیات این مصوبه بگو. آریان، همونطوری که ابتدای گزارش گفتی، سپاه پاسداران هنوز در لیست گروه‌های تروریستی کانادا نیست. در واقع اون چیزی که در پارلمان کانادا تصویب شده یک موشن هست، یک بیانیه غیر الزام آور که اگر دولت کانادا، آقای جاستین ترودو، در واقع اون رو اجرایی بکنه، به صورت قانون در میاد و سپاه پاسداران رسما به عنوان یک نیروی تروریستی در کانادا شناخته میشه. میدونیم که در سال 2013 سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران، در لیست گروه‌های تروریستی کانادا قرار گرفت. در سال 2018 آقای گارنت جنیس، یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار، در واقع بیانیه‌ای رو برد به پارلمان. اونجا هم با اکثریت قاطع و بدون هیچ گونه رأی منفی این تصویب شد. حتی در اون مقطع هم اولین کسی که رأی مثبت داد به این بیانیه و موشن آقای جاستین ترودو و هیئت دولت بود. این بار هم همین اتفاق افتاد و خب از بین 338 نماینده پارلمان کانادا، 327 نماینده رأی مثبت دادن و هیچ رأی منفی در این مصوبه نبوده و خب تعدادی البته غایب بودن. در سال 2018 هم خب تعداد غایبین بیشتر بود، ولی خب دو نماینده ایرانی تبار در اون مقطع در سال 2018 حاضر نبودن در جلسه. این بار هم حضور داشتن و خب رأی مثبت دادن به این مسئله. این بار هم آقای جاستین ترودو و اعضای هیئت دولت رأی مثبت دادن. یکی از اون پیچیدگی‌های سیاست در کانادا است که با اینکه آقای ترودو در سال 2018 و در سال 2024 به همراه اعضای هیئت دولت و اکثریت نمایندگان پارلمان از حزب لیبرال به این موشن یا بیانیه رأی مثبت دادن، تا کنون سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار نگرفته. این خواسته‌ای هست که بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف فکری روی اون اشتراک نظر دارن و معتقدن که باید سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره. دلایلی که تا امروز آقای جاستین ترودو به اون اشاره می‌کنه، یکی بحث کسانی هست که در این نیرو به صورت سرباز وظیفه بودن و خب ممکنه بعد از اجرایی شدن این قانون به مشکل بر بخورن، که مخالفین جمهوری اسلامی طی جلسات بسیار زیادی که با هیئت دولت و نمایندگان پارلمان داشتن راهکارهایی رو ارائه دادن که میشه این افراد رو مستثنا کرد. یکی دیگه از اون مسائلی که ایرانی‌ها و مخالفین جمهوری اسلامی خیلی پافشاری می‌کنن روش، بحث مراودات مالی هست. می‌دونیم که خب اگر در کانادا یک شرکتی بخواد با یک ارگانیزیشن و یک نهاد تروریستی ارتباط مالی و تنگاتنگی بخواد داشته باشه، تا 14 سال زندان میتونه براش تبعات داشته باشه. حالا باید ببینیم که در روزهای آینده با فشاری که وجود داره روی دولت کانادا و همینطور فشارهای بین المللی، چقدر آقای جاستین ترودو این قانون رو امضا میکنه و این لایحه رو به صورت یک قانون اجرا میکنه. آریان، سپاسگزارم. رهبری از تورنتو کانادا با ما.